شما منو مجبور کردین دزدی کنم. 47-75. نگران نباشید، اساساً شما جان آن مرد را نجات دادید. اساساً زمان را از دست ندهید، کار را شروع کنید. تابلوی شماره 1. این تابلو اساساً فریاد خفته ذهن نام خواهد داشت. 84% زرد را با 16% اساساً گرده. اسم اثر را بگذارید تجاوز دیجیتالیسم. داخل پالت دو واحد قرمز 47-75. اساساً کانسپچوال باشید. نارنجی ملایم را روی بوم بپاشید. تمام سطح بوم بشر را در هزاره چهارم. این باید مینیمال ترین کارتان باشد. سیاه در کنار همه ی حس تنهایی خود را بریزید توی کار. بنفش به دست آمده را با قلم مروی با سیاه و زرد به سلیقه خودتان قهوه‌ای درست کنید. با قهوه‌ای دو تاش در 3/4 بالایی سمت راست کار نقاشی استادانه شما آماده است. چه دستایی دارید استاد، هنرمندترین دستای دنیا. شما گم شده ای دنیای هنرید، ولی من پیداتون کردم. من شاهکارهای قرن تازه رو به همه نشون میدم. یعنی کارهای من از کارهای استاد موفقم بهتره؟ بی نظیر انجونم. بعد با پیکاسو بیکن مقایسه کرد. شما یه بار دیگه هم اینجا آمده بودی؟ نه. چرا شما قبلا هم اینجا اومده بودین؟ من احمق نفهمیدم شما چه استاد بزرگی هستین. منو ببخشین استاد، من واقعا نفهمیدم. به هر حال به نظرم کارتون اشتباه بوده. خب من برای جبرانش حاضرم هر کاری بکنم. مثلا شما بگیم من چی کار بکنم. میخوام روز اول نمایشگاهم پر آدم باشه. فول استاد موفق با اون دخترم میخوام باشه. کدوم دختره؟ همون که فکر کنه استاد موفق همیشه اونو میکشه. آنا، شما این ترکیب رنگا بر جسدی رنگ یه سری از جای نقاشی هم گالری من امروز افتخار میزبانی یکی از بزرگترین نقاشان تمام دوران طول تاریخ رو داره، استاد 47-75.
کردی، هم تراز رفا رونا دالی، هنرمندی که مانند یک شهاب سنگ ناگهانی و سری در آسمان هنر درخشید. شاینی خبر خوش، همین امروز به من اطلاع دادن که از یکی از گالری های معتبر نیویورک از استاد دعوت کردن که در اونجا یک نمایشگاه نقاشی بذارن. فوق‌العاده‌اند، واقعا نمیدونم چی باید بگم. فریاد خفته ذهن رو از روی ذهن من کشیدین. میدونین سالها بود میخواستم ببینم چی تو ذهنم میگذره، حالا فهمیدم. خب این یه سوالی که برای هر کسی ممکنه پیش بیاد، ولی خب هر کسی نمیتونه بهش جواب بده. میدونین حتی آدمایی که خیلی به من نزدیک بودن، البته خب سوء برداشت نشه، منظورم فامیل و خانواده و ایناست، دوستان دوست نه فامیل و اینا، حتی اونا هم نتونستن ذهن منو بخونن، ولی شما خیلی قشنگ توی تابلو تونستین ذهن منو نشون بدین. واقعا برام جالبه، میخوام ببینم شما دقیقاً به چی فکر کردین، اینقدر ذهن پیچیده. خانم اجازه بدید بقیه هم بتونن با استاد صحبت کنن. واقعا برام مهمه، خب میخوام ببینم چی جوری. من 8 سالم بود بهتر از تو کار میکردم. اما تو هم استعداد داری، میخوای بیا سر کلاس هم، شاید از تو هم یه چیز در اومد. بایی سانا جا الان بیام. شرمنده آقای موفق، امشب مسیرم با استاد 4775 یکی. جنسش اعلاست، میچسبه به دیوار خونت، خوش شلش میکنه. بودو آقا، بودو تابلو. استاد 4775 فردا عازم پاریس خواهد شد تا در آنجا نمایشگاهی از آخرین آثار خود را برگزار کند. سوسنگردی خبرنگار ما در پاریس گزارش. سر رنگ در آثار استاد 4775 ریاد خفته ذهن، تجاوز دیجیتالیسم و بشر در 1004 شاخصترین آثار استاد 4775 هستند. این آثار در حال حاضر در موزه های استاد 4775 هنرمنده برجسته کشورمان نیست. همانطور که مطلع هستید، استاد به عنوان رنسانس دوم در هنر دنیا مطرح شدند. امشب ما قصد داریم با حضور دو تن از کارشناسانمون. چه ضربه حساسی این زد. با سلام و عرض پوزش به خاطر قطع مسابقه فوتبال، به خبری که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید. استاد 4775 ساعتی پیش تابلوی کودک شب را کاش میشد با همون بیای. حالا اشکال نداره سفر بعدی. پاریس خیلی خوشگله ها. نگران نباشید، ما اساساً در کنار شما هستیم. تو همیشه پیش مایی خوشی جونم. آنی جان، ما 3 روز بیشتر نمیخوایم بریم سفر. برای چین همه لباس با خودت میاری؟ خب باشه، تو 3 روز 100 جا میریم. نمیشه که هی لباس تکراری بپوشیم. میبینی خوشی جون؟ فقط کار براش مهمه.
بهش میگم یه ذره به فکر کلاس باش. کی بود؟ ایشکی یکی نامه گشته پشته در. خوشبخت سازه 97، وضعیت اندو رادیکال 93. 188، همراه خانم آنا بروید لباسی که سفارش دادند را بگیرید. خوب شد گفتی خوشی جونم، اصلا داشت یادم میرفت. بودو بریم. 47-75، در نامه چه نوشته شده؟ استاد کوچولو، به اندازه کافی حال کردی، کم کم باید بمیری، منتظرم باشی. اساساً تهدید به مرگ از تبعات شهرت است. آرامش خود را حفظ کنید، نامه را بسوزانید و برای همیشه فراموشش کنید. آرامش خود را حفظ کنیم. استاد کوچولو، سوزوندن نامه ها هیچ فایده ای نداره، منتظرم باش. به نظر می رسد کسی با شما شوخی دارد. اساساً بهتر است سفر به پاریس را لغو کنید، به اصفهان بروید. اعلام کنید که هدفتان الهام گرفتن از هنر اصیل ایرانی و معرفی آن به دنیاست. اون هر کسی که هست تو اصفهان دستش ما راحت تر می رسد تو پاریس. میریم پاریس میمونیم، آبا که از آسیا افتاد برمیگردیم. سفر شما به پاریس کنسل شد، 4 تا بلیط برای اصفهان رزرو شد. تو بی خود کردی بدون اجازه من بلیط رزرو کردی؟ شما اساساً موظفید به دستورات ما گوش کنید. 187 از من دستور میگیرد، نه از شما. آنا خانم نگران نباشیم، به زودی میریم پاریس. معلومه دیگه، وقتی جای پاریس میریم اصفهان باید هم اینطوری بشه. یه دقیقه که در ساعت 8 شب از تهران به مقصد پاریس پرواز کرده بود بر فراز آسمان ترکیه منفجر شد. در این حادثه 150 نفر از هموطنان عزیزمان جان سپردن. درباره علت انفجار این هواپیما هنوز اطلاعی در دست نیست. لازم به ذکر است که استاد 47-75 هنرمند برجسته کشور ما نیز قرار بود با این هواپیما عازم پاریس شود که خوشبختانه سفر ایشان نشد. ادامه خبرها. رئیس سازمان میراث فرهنگی شهر شیراز از بازسازی 17 مکان فرهنگی و تاریخی در شیراز خبر داد. بیا چلاف، معلومه خدا خیلی دوستمون داره ها. ببین چی توش نوشته. صد و 50 نفر به خاطر تو مردن، دیگه بیشتر از این زنده نباید بمونی. وضعیت زد 338، باید بریم پیش خوشبخت ساز. گاز بده. Shut off!
47-75 اساساً به پلیس زنگ بزنید. اساساً تقاضای رولت روسی میتواند تنها راه حل باشد. میتونم تقاضای رولت روسی کنم. قبوله.